ما بر سر قدرت آمدیم و اوضاع بورس بهتر خواهد شد. در واقع نبض بورس آمریکا در دست افراد معدودیه و نفع واقعی رو اونها میبرند و الان هم برنامه ریزی کردن تا از طریق بورس سود کلانی رو به دست بیارن. تصویر آتش سوزی درختان رو در اینجا میبینیم. به این معنیه که آتش سوزی جنگل ها در سال 2021 هم ادامه خواهد داشت. تصویر دوربین رو هم در اینجا داریم. دنیا اکنون طوری شده که همه جا دوربین هست. با توسعه تکنولوژی دیجیتالی در واقع انسان ها به برده های دیجیتالی تبدیل شدن. دوربین ها حتی به اتاق خواب های ما هم وارد شدن. احتمالاً چیزی که مد نظر قدرت جهانیه چیزی فراتر از این هست. اونها به فکر نظارت بر کل دنیا از طریق یه سیستم هستند تا بتونن اونهایی رو که خلاف میل اونها عمل میکنند رو شناسایی کنند و کنار بزنند. در دو نقطه تصویر ویروس کرونا رو میبینیم. یکی در حال خارج شدن و دیگری در حال وارد شدن به صفحه است. یعنی پاندمی به شکل جدید در سال 2021 هم ادامه خواهد داشت. با کرونا همه مردم جهان رو متقاعد کردند تا برای انجام واکسیناسیون راضی بشن. حالا باید دید که با پاندمی دوم مردم رو برای چه چیزی میخوان راضی بکنن. اخیراً دانشمندان آمریکایی اعلام کردند که ویروسی خطرناکتر و کشنده تر از کووید 19 رو هم کشف کردند. آنطور که معلومه چند سال آینده رو با ویروس هایی به نام کووید 20 و کووید 21 و غیره سپری خواهیم کرد. فیلم‌های مختلفی در مورد نصب چیپ در انسان‌ها ساخته شدند. بیل گیتس هم داره روی پروژه‌ای کار می‌کنه که نوعی نانو چیپ رو از طریق سرنگ به بدن انسان‌ها تزریق بکنه. این چیپ‌ها با دلایلی مثل تحت نظر داشتن وضع سلامتی، مثل ضربان قلب، سطح قند خون و غیره روی انسان‌ها نصب خواهند شد. به دلایل مختلفی این چیپ ها روی همه انسان ها نصب میشن و همه مردم از طریق یک سیستم مرکزی کنترل خواهند شد. فقط چیزی که باید به خاطر داشته باشیم اینه که وقتی از چیپ از راه دور داده ای گرفته میشه، امکان ارسال داده هم وجود داره. روزی فرا خواهد رسید که صاحبان سیستم مرکزی میتونن هر چیزی رو که بخوان فقط از طریق فشردن یه دکمه به همه انسان ها منتقل کنن و انسان ها رو به انجام خواستهای خودشون سوق بدن. عده‌ای میگن که نصب چیپ در انسان ها یه تئوری توته است، اما چنین نیست. یه پروژه واقعیه که اجرای اون در سال 2021 کلید خواهد خورد. ترس از مرگ در مردم ایجاد شده و زمینه نصب چیپ آماده شده. اگه شرایط عادی می بود کسی راضی به نصب چیپ نمی شد. حالا به بهانه کنترل سلامتی هم که شده، اذهان مردم برای قبول چیپ آماده شده. اگه به خاطر داشته باشید در هفته های اول شیوع کرونا، بیماران توسط برانکارت های مخصوص از خونه هاشون گرفته می شدند و به بیمارستان ها منتقل می شدند. پزشکان و پرستاران هم روپوشی شبیه لباس فضانوردا می پوشیدند. اما با گذشت زمان اکنون میبینیم که مردم با پای خودشون به بیمارستان میرن و اگرم نتیجه تست کرونا مثبت بود گفته میشه که به خونش برگرده و دو هفته خودشو قرنطینه کنه و اگه حالش بد شد به بیمارستان مراجعه کنه. ببینید از کجا به کجا اومدیم. ایجاد موج هیجانی و هیاهو یعنی همین. به پایان این ویدیو رسیدیم. فقط یادمون باشه که مجله دی اکونومیست سال قبل در طرح روی جلد خودش شیوع بیماری مصری در سال 2020 رو هشدار داده بود. و افراد دیگری که لژیون خدمتگزاران بشر نامیده می شوند و وظیفه انسانی آنها مرز و حد جغرافیایی و نژادی نمی شناسند. در این لحظه تاریخی من به نام ملت ایران به تمام نمایندگان عالی قدر ملت‌ها و کشورهای جهان که برای شرکت در این بزرگداشت ملی ما در اینجا حضور یافته‌اند درود می‌فرستم. به تمام جهان بشریت که با همبستگی قلبی در تجلیل از فرهنگ و تمدن ایرانی شرکت کرده است درود می‌فرستم. به همه نیکندیشان جهان، به خدمتگزاران صلح و همکاری جهانی در هر جا که هستند درود می‌فرستم و آرزو دارم که آن عامل بزرگ تفاهم و دوستی
که نمایندگان برجسته این همه کشورها و ملتهای جهان را در یک جا گرد آورده است، الهام بخش همه مردم روی زمین در ادامه راه آنان به سوی نیکبختی واقعی جامعه بشری باشد. پس از سخنان شاهنشاه، گروه سرود جشنها رو خواهد خوند. آهنگی از استاد دهلوی با شعرهایی از شاهنامه و فرهنگ ایران. ز یزدان بران شاه باد آفرین، که نازد بدو تخت و تاج و نگین. خجسته شهنشاه پیروزگر، جهاندار با دانش و با هنر. خداوند تاج و خداوند تخت، جهاندار پیروز بیدار بخت. گاهی اندیشه کن، گاهی درنگ کن، تو چنان بودی، چنین قدرتمند، چنین صاحب اقتدار در جهان. از تازی تا غربی پشت سر پادشاه تو، از شاهان تا فرنشینان، و این چنین تو را با برنامه، با پروژه های پیشا پیش نوشته شده به نابودی امروز کشاندند. دهیده است ناتوان، دشمن در خانه، دشمن فرمانده تو، دشمن فرمانده ذهن و تفکر و کردار و گفتار تو. به فراموش کردید نیکی در پندار و گفتار و کردار و میهن پرستی را، ایرانی بودن را، آریایی بودن را، نبرد با اهریمن را، نبرد با تاریکی را فراموش کردید. به دامان صحرا گردن نشستید و ایران را صحرا کردید. نگاه کن، شیرها قرآن و خروشان در راهند، و چون نویدها نوید آزادی میدهند. برخیز 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 مهربان یار گرام، ستیز. یاران، به پایان برنامه رسیدیم. مثل همیشه عرض دارم که شاد، خوش، پیروز باشید. در پناه اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی. هر روزتون به شادی، جز به شادی نکشید. همین مال ماست، از خورشیدش گرفته تا ماهش تا ستارهش تا سر و آریایش. سر نیست، گفتمتون کاج میذارن. بذارید به بچه‌ها کادو بدید، بعد امون نوروز حاجی فیروز رو بیارید براشون نشونشون بدید. اینا خیلی خوبه. این بابا نوئل نگاه کنید، این بابا نوئل. بچه‌ها بابا نوئل رو دیدید؟ امون نوروز خودمون، میترای خودمونه. میترا رو